ابتکاری امروز میخوام میوه نخورم. آهنگای افغانی، مرسی که یکی فرستاده. شب و روزم میخواد بریده. ما لای لایشو میگیریم. لای 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 لای. اینقدر همه جا به هم ریخته و لحاف هم همونجا قبلمه هم هنوز اینجا. زود اسکرین شات بگیرید که این هنوز جمع نکرده. آخه من هر وقت کار دلی میکنم. کار دلی وقتی کار میکنم این شلختگی. اسکرین شات، اسکرین ریکوردر کنید. شلخته خیلی خوبه. اصلا همه چی به هم بریزه. لای لای قرار نیست همچه مرتب باشیم. ای باش زشته یا تکون نخور با بعضیت میشه. ببخشید از کلمات نادر. دان بسته شدی آخرین دانش. بچه ها من میخواستم امروز لایو صبحونه نذارم چون میخواستم یه سری کارهای دیگه بکنم. یه لایو خیلی مهمی، یه اتفاق مهمی افتاد دیشب که تا ساعت 4 بیدار بودم. مثلا نه که خیلی وقتا بیدار نمونم، حالا میخوام بهانه بگم، ولی واقعا دیشب خواستم زودتر بخوابم. ولی این اتفاق باعث شد که مثلا بشینم حالا دیگه باعث شد که من دیگه تا ساعت 4 صبح دیشب هم به جای این که خیلی دیروز گرسنه مونده بودم هی برنامه های مختلف، آخر سر دیگه بچه ها نهار سحری خوردیم. یعنی تقریبا ساعت 2 من بلند شدم یه قارچو با پیاز اینجور چیز کردم. گفتم ما که حالا سحری محری هم نمیخوریم هیچ وقت، در چیز نمیکنم، برای حداقل بذار اسمش باشه. نهار ما کشیده شده بود ساعت 2 دیگه دیدم مغزم، یعنی دیگه قند خونم داره بیاد پایین. اما یه لایو خیلی مهمی امروز دارم، حالا ببینم که خیلی مهمه. حالا بذار استوری کنم بعد بهتون بگم، چون یک کوچولو هنوز اینجور چیزا باید موندی. مثل این دیروز که این لایو گذاشتم، من به بچه ها گفته بودم اینجور لایو ها رو سیف نمی کنه. متاسفانه سیف نشد. این شد اون شد، این رفت اون رفت، نمیدونم موبایلم داغ کرد، اون یکی رفت نمیدونم باغ کرد، اون یکی ساخت کرد پاخ کرد. ما میدونستیم که لایو سیو نمیکنه که بعدم بگه
این سیب و ناوک اصلا کم آورد فل بابا جا، ما اصلا کم آوردیم، هم کم آوردن رو میذاشته دیگه. اما اب نداره، شما همین که تمام تیتراتو شده زیبا ناوک، گفتگو درباره زیبا ناوک، صمیمانه از همه شما تشکر میکنم. خب این هیچ، این از اون سر، حالا به خاطر یه سری قزمیت ما نیم چایامو سرد نشه. خب اما بچه ها، میخواستم لایو نذارم برای صبحونه، گفتم با من اصلا صبحونه هنوز نمیدونم چی میخورم چی نمیخورم. دیدم یه خانومی تو دایرک همون یه جوری پیام داده بود، احساس کردم که نمیشه دیگه، گفتم بلند شو هر چی، هر دنبیلی، هر کاری که میخوای بکنی پاشو بکن دیگه با اینا. حالا صبحونه چی؟ میوه نمیخوام بخورم، سالادم نمیخوام بخورم، ماست سر ماست آوردم داشت می اولا نابرم آپارما. خب این ماست، گفتیم که ماست رو بیاییم با مربا، با بیسکویت، با یه چیز هر دنبیلی که دیزاینر غذایی، ماخه دیزاینر لباس خودم هم دیگه خیلی بامزه است، یکی اومده گفته که این لباس چیزا رو ست میکنید، دیزاینر ده. کی براتون ست میکنه؟ گفتم الله چه اعتقادمون زیاده، الله هرچی، ولی خندن گره گفتم بلده الده دیگه. خب اینی چی؟ یکم هم ترکی صحبت کردیم، خیلی بامزه. گفتم که ما بیاییم، گفتم بیا یه دفعه، من رفته بودم 7 ماه با خانواده با گیزینگ و آرما که کرد بودن، اینا خیلی چیزای جالبی از اونام یاد گرفتم از کردا. ماست این ان منو ماست خورد کردم دیگه، البته من هم از کردا ماست خورد شدم. ما گفتیم که امروز ماستو گفتم میوه پیوه رو ول کنیم، یه ذره از این مربای خانم مستوره که شیرش مونده بود یه ذره اینو آوردیم، گفتیم اینو بریم ببینیم روی این ماسته بریزن. بچه ها دیگه هر چی میخواییم بگیم بگیم، من هر چی که بداهه دیروزم بداهه رو یاد گرفتم، فعل بداهه رو میدونستم، بداهه رو نمیدونستم. خب بداهه کاری میخوام بکنم اصل جراخ این شاکر، بعدش مربای، یه مربای که احمد همیشه مربای میگه، مربای خودم میگم از اینا یه دونه آورد. خب یکم میخوام بریزم روی این، اصلا میخوام کرد و ترک و فلان و یه چیزایی که دیلی دیگه، اینم به خاطر اینکه اصلا نمیخواستم لایو چیز بذارم چون اون لایو بود، بعد گفتم وسط ها یه لایو میخوام بذارم که یک بیسکویت هم میخوام. دستمال من کجا زاریم دستمال؟ بعدش بچه ها میدونیم من در رابطه با خونه، کارای خونه، ظرف شستن، همه چینا دلیه، باید با همه کارام عشق بازی کنم، شده همینطور همشون میریزه ریخته میشه. اسباب کشی خونم بود، یکی گفت اسباب کشی داری؟ من نخواستم مزاحم بشم، گفتم بابا اسباب کشی منم دلیه، فکر کردی حالا من صبر نمیکنم، میخوای بلند شی بیا بلند شد. همون ستاره بود، دومین روز هنوز همه جوابا اینجا بود، گفتم میخوای بیا خونه من؟ بیا دیگه، من نمیگم که نیای چون اسباب کشی دارم. با ویل کنه این حرف ها، این چیزا. بچه مربا رو ریختیم روی این بیزر، ای بای گختم جویه که زیبا ناوک ترسام هست. مربا رو میخوام امروز، میخوام یه حوثه این کردم، یاد کردا ترکا کردا افتادم که صبحونه ماست میخوردیم 7 ماه که با خانواده با چیز آرمان و گزینگ، 7 ماه که قزوین بودم اونجا، ماست الده ماست خور شده بودیم صبحونه با این نونای چیز خاصی میجوری میکردیم، هی میزنیم تو نون ماست. این که بزنم اینجا چایه دیگه سرم بذارم، اشکال نداره صورتمون هم بذارم، خوبه چایی اصلا همیشه خوبه،
چایی رو مارک خودتون که حتما میدونید اینا. چشماتون یه ذره چیز شد، عاشق رو بزنید، چای رو بذارید، چای سیاه، چای بابونه برای تمام تیلتلی اختا تیلتملتن مستور پستوره بیاد بیاد مربا. خیلی وقت مربا نخوردم و خامه مربا اینجوری. ای پسر اسمش چی بود؟ وای وای یه پسر خوشگلی اسمش چی بود؟ میخوام بذار اینو بخورم برم بیام یه لحظه تا اینو بخورم برم اینو اسمش چی بود الان بیام بگم اینجا ویس برای من فرستاد. بچه چون من دیروز یادم رفته بود این پسر باید اسمش رو می آوردم. نگاه کن به به یه ویس خیلی خوبی به من داده بود. عرفان نجم الدینی، عرفان نجم الدینی مرسی که برای من ویس فرستادی، مرسی مرسی مرسی. یه روزی بیا از واتساپ با هم صحبت کنیم، بیا با هم دیگه حرف بزنیم، بازی کنیم، ماس بخوریم. یه بار کسی کاری کنیم اوزمیزه اینجوری اینجوری یه جور مثل وحشی ها غذا بخوریم، مؤدب نباشیم. ای بای بچه ها الان مادرشه که بگه که همیشه هم که نباید مؤدب شد بابا. بابا مستوره مستوره خانم بای بای بچه امروز من چرا همش دوبار داشتیم میافتادیم یا یه چیز شده بود هول شدم از روزیتا. روزیتا با من تماس گرفته. حالا بذارید روزیتا ببینیم اگر این چیه. اول یه قلوب بخوریم ببینیم. نون و ماست رو میخورم. اصلا بچه من همه چی رو با همه چی که دلم بیاد اینقدرم نمیگی اینو نخور سردیت میشه، اونو نخور گرمیت میشه، اونو نخور ولر میشه، اونو نخور نمیدونم فلان میشه. بابا نری بیرون سردت میشه، بیرونه گرمه، اونو نپوش فلانه، اون یکی نازکه، یه کلوفته، اینه اون. بابا ولمون کن، اصار میگیری، یوسط میگیری، فلان میشی، سردردت. پروفسورا دکترا ای وای چون لغمه گنده بود بیدالا بگید این اصلا گنده بود. بعض وقتا هم باید گنده خورد. به جای خامه، خامه چیه؟ ولی چند روز پیش به احمد میگفتم احمد این سرشیرا و اون گیم آقای تبریز و اون طرفای سراب و طرفای از اونها رو چجوری گیر بیاریم؟ رفتش گشت آقه رفت گشت کدوم رو بریزم؟ این رو بریزم یا اون رو بریزم؟ مستوره رو بریزم یا رفتش یه دونه از اینایی که توی خامه نه این نه خوب نبود همون خوبه خیلی شیرینه اینو میریزم برای یه چیزای دیگه ای که خیلی شیرین شد. از دست شما دیگه
مثلا امروز برنامه صبحانه رو گفتم نداشته باشم، اومدم دو تا دایرکت منو این برون بر کرد. کامنت ها چقدر موثره، 1000 تا کامنت منفی می نویسم فوش می دم، تکون نمیخوری. یه دونه کامنت یه دفعه می بینی که این برون برت می کنه. بعضی وقت من کلیپ درست کردم، مربای بیام کلیپ رو بذار تیل تیلی اخ با تیلیت کنیم. بعدش بعضی وقتا درست کردم یک کلیپ رو فقط برای یه حرف به یه نفر درست کردم، 5 ساعت نشستم یک کلیپ درست کردم. بعدش برای اینکه احساس کردم اون حرفی که اون که اصلا نمیشناختمشم کی بودا، یه احساس مسئولیتی رو در من ایجاد کرده که من چایی آره خامه. آره به احمد گفتم رفای خامه گیر آورد تو این بسته‌های پلاستیکی که کارخونه ایه. گفتم احمد اینا که چیز نیست، ولی خب دیگه هم نداره. ولی خب این خامه، خامه از چی؟ از خانواده لبنیات دیگه. بیا دیگه خامه نداریم ماست میخوریم به جای مربا و اینا. امروز دیدم یه ذره میخوام از میوه، بدنم گفت یکم بلش کن، گفتم اونم قبول کردن دیگه. چیز نیستیم که مثل اینا که رژیم دارن، من باید صبح اینو بخورم، باید صبح نمیدونم کافه بخورم، باید صبح باید باید چیه؟ باید باید چیه؟ بایدا رو ول کنیم، بایدا رو ول میکنیم. یه پیام الان دیدم، مرسی مرسی پیام. ماست نداشتی چی میخوردی؟ ببین از اون سوالای بی خود، ماست نداشتی چی میخوردی؟ من چند روز پیش ماست داشتم. اگر اصلا تپروت باید تو زندگی کنی، تو هبرود باید باشی. بابا یه چیز خیلی جالبی، مثلا همش ما میخواییم ناله کنیم همه، ای وای ماست ندارم ماست ندارم، یه مرثیه بخونیم برای امام حسین برای ماست نداشته، ماست نداریم. ماست نداری کوف که داری. کوف بخوری بهتر از اینه که یه چیزی که نداری بشی نالی ای وای فلان چیزو نداشتی باشم، مثلا میوه نداری. نداری که نداری دیگه، خیلی میوه نداری، نداری سبزی میخوری، سبزی نداری، سبزی خوش میخوری، اون نداری آب میخوری، نداری یه مدت چی میگی؟ کم وقت فسته میکنی، همش ناله 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 میکنی، ناله هم میاد دیگه. این خانمه که دیروز با من چیز کرده بود اینقدر لایو، آره نمیدونم رفتم اون یکی تصادف کرده، گفتم شما جذب میکنید، جذب میکنید، جذب میکنید، قانون جذب، کسی ناله کنه ناله رو جذب میکنه، ندارم بگید ندارم رو جذب میکنه. خانواده آلمانی بودم اون موقع اوایل که اومده بودم، نون خالی، بله نون خالی آش. الان دیدم یک کامه ما نون خالی رو انقدر من دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم، اصلا این نون خالی خیلی دوست دارم، برنج خالی هم خیلی دوست دارم. بعد ما نون میذاشتم توی یه موقع که دوچرخه به سوار دوچرخه میشدم، چند شایبه اینجوری نون میذاشتم توی کیک، یه زمانی اما یه دفعه گرسنه‌ام شد اون نونه رو میخوردم
خیلی خوشم میمد که یه بار یکی همین یه آلمانی دوست آلمان گفت گرست نمه، گفتم بیا یه دونه از این نونا رو به تو بده، نون خالی، گفتم گرست نیست بابا بده من نونم، لیاقت همین نون من نداری بابا، نداده بودم حالا خوشبختانه نگرفت فلان، بذار بچه بگم چه چیزیه، فلانه آلوی آلو سیاه. سایه خوش سنگه. حالا 10 تا پروفسور شروع میکنن به اینکه اینو با اون نخور، اونو با اون نخور، اونو نمیدونم چیزی نکن، اینو اینجوری نکن. یه شاید برای شما را به کم آوردم بالا، حالا شاید بسن ببینم. صدای دینگ دینگ. بسته دا خب خواستم با بیسکویت بخورم، بیسکویت هایی که یه ذره داشتم اینجوری بسته دیگه، بعد دو تا چای بخوردم بسته. برا چای رو بخوریم. خانواده آلمانی بودم، تازه اومده بودم آلمان دیگه، یه سال بوده اینا. بعد کسی نبینه مربای آلوسیا درست کنید دیگه، چیزی نداره که. خانواده آلمانی بودم، تازه اومده بودم، بعد مثلا حالت این که مثلا ادای مهربونا رو در می آوردیم دیگه، دلسوزا رو دلسوزیم برای آدمایی که ندارن و مریضن و چیز دارن. مثلا رفته بودم این فیتنس بدنسازی و موارد یه سالانی می رفتم. یه دختر اومد خوشگل خوشگل کچل کچل، اینقدر خوشگل با هم دیگه دوش می گرفتیم، قسمت بود از سونا اومدیم بیرون دوش می گرفتیم، اینقدر خوشگل بود. بعد دیم اومد جلو اونجوری تو آینه من نگاه کردم، بودم چه خوشگلی مام. من اون موقع مامو کچل نکرده بودم، هنوز اینجا نکرد، نگاش کردم انگار انرژی این منو گرفت. گفتم چه مدل موش قشنگه، کچل خوب، چه سر فرم کلش گرده. نگم همتون نگاه میکنم دم جلو آینه اومد اینجوری کرد. آره 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 به خودشونو داره در میاد مام. گفتم که داره در میاد، خودتون مگه مدل کچلی زدید اینجوری چیز کرد. بعد گفت نه 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 شیمی درمانی شدم. تازه اومده بودم شیمی درمانی شد، یه دفعه اصلا کوب کردم، گفتم شیمی درمانی شد موندم توی دل خودم. گفتم من سالم، من ظاهرن سالم از این مریض دارم. اصلا انگار نه انگار که این شیمی درمانی شدم دیگه اینجوری موم داره در میاد. یاد یه دفعه این افتادم که مامان من مثلا اگر نازیلا اسهال میکرد، اسهالاتو شب ای باش، اسهالاتو شب، اسهالاتو شب ای با، اسهالاتو شب نینیا ای وای حاطب نوبه ریلی آقا یه ساله دیگه، یه ساله بابا با این اسهال زلزله میشد. یه دونه کسی سر حدسه میکنی حدسه لده ای وای صرفه لده نمراده مشرب آی آی زلزله میشد. آقا ما همه ماهی میخواستیم بخوریم، ماهی ماهی سفید من خیلی دوست دارم، کوچیک بودم ماهی سفید میخوردیم انقدر. الان میبینه ببینه دیگه، زشت داده دیگه ببینه اولتر بیزه ماهی میخوردیم بابا. هلو میخواستم
Sumu getməsin ha, sümüyə getməsin ha, sümüyə getməsin ha, sümüyə getməsin ha. Bu lazım ola, bu lazım. Ağa, ey vay. یه دونه سومی، حالا من دارم فارسی ترکی میگم، ترکا بفهم. یعنی این سومی، سومی ماهی سفید و کوفت میکرد، گفت میکرد به ماها که من بادا استخون بره، همون استخونم هم میرفت. بیردن از چی نالته، نالته. آقا یه ماهی خوردن میشد فاجعه. حسن پلرم الان من هر چند روز پیش میخوام ماهی میخوردم، گفتم ای استخون چقدر راه، استخون بدن استخون رو دفع میکنه، بعدش استخون رو حالا اینجوری اینجوری بکن، خب اینجوری کن میاد، یا یه دونه لقمه میخوری. یک فیلمی میشد، ما کوفت میکنم، ما همش میخواستیم ماهی، با ماهی میخواستیم بخوریم، ماهی سفید که اینقدر دوستیم. تبریز ماهی سفید آخه کم داشت، بعدن که شمال رفته بودیم، حالا شمال رفته بودیم خود شمالی شمال شده بود دیگه، اینا کله ماهی دیگه اونجا فهمیدیم بابا کله ماهی با تمام اون چیزاش هم کله هم میخوریم. شمالی ها رو میدیدیم وای شما ماهی رو اینجوری میخورید، ای وای اصلا اینجوری ماهی هم اینجا استخونه رو در میابرد. ما میگفت وای 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 چجوری داره ماهی میخوره. تازه مده بودیم از ماهی خوردن ما که یه غذای خوشمزهی فلان کفت فاجعه، کفت میشد اوله اوله. صد بار اینجوری، صد بار اینجوری، صد بار اینجوری، اتفاق ما هم جذب میکردیم همونجا. من اون چند روز پیش توشم رفتم یه استخونه رفت، گفتم خوب کردی رفتی، الان میری خودت هم در میای. همین ماهی رو با استخونش اصلا نفهمیدم چی جوری این ماهی که احمد آورده بود که خوشبختانه هر کی خواستیم دعوتش کنیم نشد و نشد. خودمونم بعد دیدم که چه انگار ماهیه میخواست فقط من بخورمش. این خانواده آلمانی میخوام بهتون بگم، ای بای سومین باش، سومین ای بای من امروز همش این چوش از این استکان دوتا داشتم دیگه، لیلا مینا اومده بود یکیش افتاد، هی میدیدم میگفت وای زیبا چقدر فرق داری با فیلمات، چقدر فای وای وای وای. میرفت تخته پخته تخته پیدا بکنه بزنم به تخته، من خواه هر کسی بزنه به تخته سری میزنم به آهن، میگم بابا آهن بزن مثلا اون ده تخته بخته تخت. بابا ول کنی تخته بخته بگیرید چقدر بدم میاد. بچه بزنم اینو شما فکر کنم که یه دونه چیز کرده، همه چی آرومه من چی رو مینونم، دیرارم دام 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 دارم دیم دام دام. آره خیلی صرف بسته بودم. آها الان راحت تر شدم. هیچی حفوزی هم بزن به تخته، گفتم نمیخوام بزن به تخته، بیل کنید دیگه بابا تخته پخته اصلا نمیدونی چیه، سری میزنم به آهن. مثل اون موقعی که وقتی میمد بسم الله میخواست غذا بخوره میخواد بسم الله، من میگفتم پس بسم شیطان دیگه، از موقعی که گفتش بسم الله میگفت بسم الله، منم گفتم پس بسم شیطان دیگه، بابا شیطانم اگه خدایی وجود داره بذار شیطانم باشه دیگه. بعد نگو، گفتم پس تو هم نگو، اگه میگی بذار عدالت رعایت بشه. میرفتیم هم یه جایی این ترکای اینجا، بچه یه چیز با مزه بگم بده نوت باشه، یه ذره ماست بیارم، یه ذره بیارم ماست بیارم. همه چی آرومه ماست بخور آرومه، ماست بخور آرومه، دا دا دام 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 دام. آره عرفان، عرفانه فامیلیش یادم رفت، عرفان دیگه، عرفان خوبه دیگه، عرفان بلش کن، فامیلی منم خیلی سخته. عرفان چی برای من بایستاده چو پیغله اون یکی چی زیبا زیبا جان دوستت دوستت دایم لایخت. بچه هم یه اینچه من بچه زیاد دوست دارم
چون بچه دار نشدم که زج بده بگم الله سنی اولدرسن الله بو نبه اوشاقه دو چه گردیم ای باش بیر گلت دیلدم آلب اوتو نه اوتا بلورم نه آتا بلورم مامانم دیگه همیشه میگفت سوختم و ساختم یکی از دلایلی که بچه دار نشدم مامانم بود بچه رو وقتی میبینم لذت میبرم تا زمانی که با هم هسته وقتی لذتش برام تموم شد میگم برو 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 پیش مامانت بسه دو ساعت سه ساعت مثل دوست پسرام دیگه مثل تمام این پارتنرها دیگه یکی و مثل همه اصلا امروز مثلا پارتنر من میوه نبود خب باش اشکال نداریستم دوست دارم بعدن یه ساعت دیگه زیبا میبینی بچه دارشین حالا یه چیز با مزه هم اینجا بگم اول تازه با ینس آشنا شده بودم حالا اون خانواده آلمانی هم یادم رفت بگم مربا مهمتره امیدوارم بچه زرد نوشه بچه زرد نیستش ما که همش زرد دیدیم به ما که میرسیدم ما هم بچه بودیم دیگه همش سوختن و ساختن امیدوارم برای شما اینجوری نباشه مفخور؟ بله مفخورم خیلی هم خوبه همه چی مفته همه دارندگی و برازندگی حالا چیا داره میاد وای امروز صبح یکی گفت چی برای من چیا داره برای من میاد چیا امروز یکی قبل از این یه ذره داشتم طول میکشتم از باکو یه چیز واقعا آنتیک حالا چهارشنبه با این آقای هنرمند یه لایو دارم که تو سطح ورکشاپ‌هاش و فلان و تو موزه لوفر نمایشگاه گذاشته موزه لوفر به منم نشون داد که کدوم میخواد به من هدیه کنه مفخوریه دیگه بزن از این بسکویته بخوریم بسکویته رو بزنیم به این چیز اما داشتم اینو میگفتم این سرطانی هایی که اونجوری انقدر مسئله رو راحت دیده بود یا مثلا معلممون آشنا شد معلم تازه اومده بودم رفته بودم کلاس های کلاس اول آلمان اینقدر معلممون رو دوست داشتم که خیلی معلم خوب یه رفعه ایتا گفته بچه ها من ترم دیگه نمیام ما گفتیم چرا دیدید که خوادم هم تازه بودم چرا نمیای ما تو رو دوست داریم فلان اینا ولی رفعه گفتیش میخوام برم استراحت کنم یکم گفتم چرا رفعه گفت تا حالا متوجه نشدید من سینه ندارم انقدر راحت من دو تا سینه هامو برداشتم دیگه سرطان سینه داشتم دو تاشو برداشتم ما تازه اومدیم از اون فرهنگ زج طلبی و مرثیه خانی و حسین بای حسین بای کن یه دفعه گفتم چی؟ گفت ببین نشوند نگاه کن سینه ندارم چطور چهار ماه تو کلاس بعدی متوجه نشدی سرطان خون دارم سرطان سینه دارم سینه همو بریدم یکم الان میخوام برم استراحت کنم شوک بوده برای من گفتم آی چقدر انسان ها برخوردهای ما به مسائل هستش که زندگی ما رو نشون میده ما یه دونه ماستمون تموم میشه حسین بایو شروع میکنیم اون طرف دو تا سیناش رو برد چیز کردم میگه آره میرم یه استراحتی بکنم یه کم فلان کنم یا شیمی درمانی شده اونجوری میکنه گفتم حقا قوی تر از مایید بله میگه عادی شده عادی هم باید بشه از بس زیاد شده که نباید عادی بشه این تو فرهنگ ما که ما با
برامون چیز بشه، متوجه بشیم بابا اینم به زندگی تعلق، مثل کرونا. مرسی کرونا، مرسی مرسی کرونا که اومدی اصلا مرگ رو عادی کردی، مرسی کرونا که اومدی اصلا تغییر تحول دادی تو خیلی از بنیاد چیزا. حداقل جلو مردم میگم کروناست، من نمیام، عروسی ها نمیرن، فلان نمیره، یه سری چیزای بنیادن کرونا خیلی چیزا تغییر داد. تشکر کنیم، خیلی چیزا رو تغییر داد. حالا تازه این امام زمان و این کرونا رو خواهید شناخت که چه تحولاتی رو ایجاد کرد که صدها دانشمند و اوشو و مشو و پشو و نمیدونم بزرگان تاریخ نمیتونستن ایجاد کنن. این ویروس آگاه، ویروس باشعور، اومد یه تکونی به همین آدمای داد، سازمان ها رو داشتن، جنگ های فلان، نیروهای اتمی فلان، برای حفاظت از کشور، برای حفاظت از ملیت، برای حفاظت از فلان فلان فلان، مرزا رو در نوردید، یه تکونای داد. هنوز خوبه، خوبه، دستی بالای دستی هست. در مورد خانواده آلمانی هم بگم که رفته بودیم، پسر کوچولو نورودرماتیک داشت. اینو چند بار گفتم بهتون، کسایی که میخوان بیان این کتاب های داستان من رو بگیرن در رابطه با همه داستان هایی که داشتم، واقعا واقعی بود و جالب بود. بس دیگه، خوب بود دیگه، صبحانه هر شاید 5-6 ماه یه باری همچین صبحانه میخوریم دیگه و خوبه. آها، میگه الهی بشکنه. خب بشکنه، چیزی نیستش که. حالا نورمال درماتیتو میگم، بعدم میخوام بهتون بگم که بابا این همه بزن به تخته و نمیدونم فلان، هیچ، همین استکانه شکست دیگه، دستشو گفت چرا شکست؟ گفتم حالا بیاد بابا الان برای طلاق چرا نمیپرسن؟ حالا میخوای بدی چرا شکست؟ نیروی جاذبه رفتی اونجا فلان، چشما چشم، گفتم اصلا دوتا چشم دیگه هم بزن، اصلا چشم من چیزه، بزنید بزنید دو تا استکان دیگه بشکن دیگه، ولمون کن دیگه، این استکان رفت یه استکان دیگه میاد دیگه. حالا 3 ساعت من بیام بگم چشم این بود، چشم اون بود، چشم فلان، این نیاد، حفاظت کن، برو تخم مرغ بشکن، نمیدونم اون یکی بکن، دعا نویسی کن، فلان کن، بهمان کن. اگه این دو نویسا که توی کشورهای جهان سوم پرن 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 کاری کرده، ببین دیگه چی بود که مثل که این احمدی نژاد ما هم میگفت نمیدونم با جنا و با نمیدونم چی چی و این ارتباط داره. من گفتم من ارتباط دارم، جن منم، شیطان منم. دوره هیپنوتیزم دیدم، دوره هیپنوتیزم دیدم، بیماریاتون رو درمان کن. 1.5 سال رفتم دنبالم، بعدم فهمیدم، گفتم برای چی آخه من آدما رو تو خواب اگه عرضه دارم؟ یه مقاله نوشتم فرستادم به آمریکا که برای من کارت مستری رو برای من فرستاده بودن. استاد ما میگفتش که تو قوی ترین هیپنوتیزر دنیا میشی. آخر سر من یه مقاله نوشتم، گفتم من آدما رو میخوام تو خواب، تو خواب بخواب، نفس تو اینجوری کن، حالا برو، رفتی اینو دیدی؟ گفتم جرأت دارم، عرضه دارم، تو بیداری این کارو بکنم دیگه، تو بیداریشون این کارو بکنم. من یکی رو هیپنوتیزم کردم، بعد از نیم ساعت بهش تو هیپنوتیزم گفته بودم که بچه هم بودن، همه بودن، گفتم نیم ساعت بعد از اینکه بیدار شدی میری یه دونه شربت آب نمک میخوری، درست میکنی. خب من هم که نمیدونست بعد از این که خوابی، اسمش هم نسرین بود، رفتی اینجا رفتی اونجا رفتی اینجا رفتی اینجا دیدی چیکار،
خیلی چیزای عجیب غریب هم میگن. یه دفعه مثلا من خودم اونجا خیلی چیزا دیدم و خیلی جالب بود، یک سال و نیم برای من جالب بود، اما بعدا دیدم کردم میخوام شعبده باز بشم، میخوام کره عجیب غریب بکنم. بفرمایین همه دیگه نمیشه. اون کیه چیز اسم اون مرده کیه خیلی معروفه از دیوار چین رد میشد و جکسون چیچونه؟ نه یه اسم معرفی داشت که الان بچه ها مینویسه میبینم. ما تو هیپنوتیزم آدم ها رو اینجوری چیز میکردیم، میشوندیم، بعدش بعد میگفتیم نفس بکش، بعد از نفس بعد خواب میخوابید فلان فلان. حالا کار نه، بذار نمک رو بگم، آب نمک. نسرین بعد از مدتی که بلند شده، ما حالا بهش گفتیم یه سری در هیپنوتیزم و در این خواب و در این چیزی که داری این عقده ها و مشکلات تو فلان و فلان رو حل میکنیم و چی 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 یه روشی بود دیگه. حالا من خیلی چون دنبال این چیزا همیشه میرفتم، گفتم بذار ببینم دنبال چی هم دیگه اینا امکانات. یه کلیپ دارم، کلیپ دارم، هر کسی خواست بیاد ازش بگیر، تو کانال کلیپ های من توی تلگرام هست. بعد از اون بیدار شد، بچه‌هام دوستامم نشسته بودن تو اتاق. نیم ساعت نسرین بلند شد یه ذره حرف زد، آره خیلی خوب بود فلان بود و چقدر جالب بود، چه احساس ریلکسیشنی دارم، نیم چه احساس آرومی دارم فلان فلان. یه ذره دیگه دیدم که این حیوان میخوره، وول میخوره، وول میخوره، وول میخوره، وول. بعد گفتش که زینب بود اسمم دیگه. زینب من یه دونه چیزه حسی دارم، نمیدونم به خجالت میکشم بگم. گفتم بگو هر چی دوست داری بگو. گفت نمیدونم من آخه میخندید، آخه شما میخندید. گفتم حالا بذار بخندیم دیگه، بذار هر کار میخواد. گفت من باید یه شربت آب نمک درست کنم. گفتم برو درست کن دیگه، برو درست کن، چیزی نمیشه که یه شربت دیگه بیا. اومد و یه ذره ریخت و بعد گفت باید اینو بخورم. یکم خورد، گفتم بس دیگه، حالا یه ذره خورد و یه قلوب خورد بس دیگه، حالا کل چی لیوانه رو نخورد. چی بود؟ بعد من به خودم گفتم الان این کارا رو نمی‌کنم و ولی تو اون دوره خیلی کارای عجیب غریبی کردیم و خیلی. حالا تو چیز نوشتم ده تو یک ساعت رو نمی‌خوام حالا الان اینا رو بگم. بعد گفتم که خب یعنی چی آخه؟ من میخوام مثلا همه بگن زیبا، آفرین آفرین تو گفتی شد. خب حالا دو تا آفرین گفتن چی شد؟ مثلا خیلی قادرم، خیلی چیزم. ولی بعدشم اتفاقا انگلیسیم هم خوب نبود، دادم به یکی از یه دختر خیلی خوبی که حالا اونم داستان داره، خیلی جالب بود اونم داستانش. حالا نریم، من همه لحظات زندگیم داستان هست، همین اینو بپرسید اینو بپرسید و همش داستانه دیگه، شهرزاد قصه گو هستم. گفتم که نه من اینو نه مقاله رو نوشتم، گفتم اینا رو بنویس من به اون مرکزه بفرستم که بعد منو دعوت کرده بودم به آمریکا برای سخنرانی و فلان و اینا که رفتیم ویزا بگیریم تو ترکیه و ترکیه ویزا هم ندادن و بعدش ما دست از پا دراز سر برگشتیم. اون زمان نمیدونم ایران و آمریکا چه مسائلی داشتن، خیرم شد، خیر بود. ولی تو اون مقاله من چی نوشتم؟ گفتم من نمیخوام، من نمیخوام بیام اونجا. البته وقتش هم نبود، موقع خیلی هم قوی نبودم، شاید الان خیلی قوی تر از اون موقع هستم، ولی خب هیچی دیگه. برشون نوشتم باز بعد تو بیداری ما اگه جو ارزه داریم تو بیداری هیپنوتیزم کن، تو بیداری بهش بگو، به طرف الان بیداره بگو برو حالا آب نمک بخور، برو بخور، برو بخور، من بخوابونمش بعد فلان کنم کار مهمی نیستش که. بعد طرف بیادم احساس خجالت بکنه، خورد دیگه آب نمک، خورد دیگه، اومد دیگه، تعریف کردم دیگه ما رو تو سیف میشه میخوریم دیگه. به هر حال منظورم اینه چی بود؟ حالا همین رو گفتم و اونم گفتم و یه چیز دیگه بود که میخواستم بگم. آره مرسی خانیه، این حالتهایی که نه دو اونم که در مورد خانواده آلمانی که بهش هم نورمودرماتیت دا نور حالا به اسمشم نورودرماتیت داشتی، از این بیماری های پوستی پسر 9 ساله نباید یه سری چیزها رو نباید میخورد. ما هم که صبحانه میشد یه دفعه یولیا
نمیتونی اینو بخوری؟ یکی دو بار که مادرش دید من اینجوری دارم ترحم آمیز ای با یولیان نمیتونه پنیر بخوری، یولیان نمیتونه. و گفت چته؟ چندین بار مارینا خوب سر من داد کشید، خوب کاری کرد. اون موقع این داد بعض وقتا یه دادا بهتر از صحبت های ملایم از هری که بعضی وقتا یه همچین چیزایی میذاره خیلی بهتر. هیچی دیگه. بعدش پوزی و قابلمه ها رو نگفتی؟ با دیروز گفتم دیگه، قابلمه ها رو گفتم. کمی از علم پزشکی بگو، برو سرچ کن علم پزشکی. من علم پزشکی مثلا چیز نیست، آپ تو دیت نیستم. شما از من بهتر میدونید علم پزشکی رو، باور کنید. من رفته بودم تو ایران دیدم بچه هم همتون پروفسوری تو همه زمین ها، از دیزاین بگید، از فلان چیز بگید، از پزشکی بگید، از نمیدونم سردی گرمی بگید، تو همه چی پروفسوری. علم پزشکی من ماله من که 8 سال درس خوندم، 8 سال دوره پزشکی من طول کشید تموم شد و بعدش هم که 3 بارم داشتم اخراجم میکردم به خاطر 3 تا کاری که کرده بودم. حالا دیگه به هر حال با زجر و با فلان و با هن و هن و درسی که باید 7 ساله تموم میکردم 8 سال تموم شد. بالاخره یه دکترایی رو گرفتیم، یه تایتل دکتری به ما رسید، موند. خوشبختانه ما زدم، اصلا منم نفهمیدم چه واقعا وقتی نگاه میکنم میرم تز منو 19 داد، فکر میکنم که از خود من خوشش اومده بود 19 داد، وگرنه واقعا فکر نمیکردم که اصلا یه تزی نوشته بودم اصلا در مورد یه چیزی. 19 گرفتم، خیلی خوب بود. بعدم گفتم کی 19 رو گرفت؟ بودم با من بودم، خودم به این 10-12 به زور میدادم. حالا برای اینم علم پزشکی. مارینا اونجوری داد از سر ما، گفت بابا این پنیر نمیخوره. اونو که میتونه بخوره، اونو نمیخوره اینو بخوره دیگه. حالا بیایم حتما بگیم اگر ماست نداشتیم، اگر فلان نداشتیم، اگر نبودی، اگه مرده بودی. خب من میمیرم، من اصلا مردم امروز. خب مطمئنم هیچ اتفاقی نمیافته. قشنگ اصلا یه چیز جالب براتون بگم، تو کتاب سینوهه میخوندم که سینوهه رفته بود یه جایی توی شهری وارد شده بود، بعد میدید که آدم ها همه مثلا با هم نمیدونم مرد زن با هم دیگه مثلا این ور اون داره سکس میکنه، اون ور اون داره هر کاری دوست داره. یه شهری بود، بعد یه دفعه میدید رفت یه جایی دیگه، دید یه دوتا چیز افتاده جسد، بعد مردم مثلا خیلی عادی از کنار این جسد رد میشن، مرده. فیلم داستانش رو من مخاطب کردم، ای چه جالب. حالا من یکی بیفته 1000 نفر میرسن بزن تو سر بابا، مرد دیگه، مرد. اون یکی همه موقع گین مرد، اون یکی داره متولد شد، یکی دیگه متولد. همین آدمی که مرده بعدی از توی این سیکل میره یه جای دیگه متولد میشه. پس آه و ناله داد بیدادی. خیلی خوشم از اینجای کسی کتاب سینوه. خب نمیرد لطفا، خیلی خوبی تو. آخه فعلا هم نفستم. باره بچه بیایم ببینیم که یه ذر پیاماتون رو نگاه کنم. آه در مورد کامنت ها و این چیزایی هم که میگه الان چقدر این مشاوره های من برای خیلی ها سنگین شده. آقا جان من خانواده یه دختر و پسر 4 ساله با هم دوست شدن، یکی از بچه ها کامنت خیلی خوبی داد، گفتم برو سکس خبر بده. یکی خیلی کامنت خیلی خوبی داده بود، کمی کامنت داره که نمیتونم بخونم و نمیخونم، نمیتونم هم که نمیتونم بگیم نمیتونم، ولی خب نمیخونم دیگه، نمیشه اصلا زیاده. ولی یکی رو دم خیلی بامزه، گفت فکر کردی که تو این 4 ساله اینا چی عاشورا خوندن، دعای عاشورا نمیدونم، آن زیارت عاشورا خوندن. گفتم باری که الله بزن به سکس هم بکنن. خب تو شما هم که سکس هم به مادرت بگو، اگه براش خیلی مهمه با آقا جان من سکس کردم موافق نیستی با چی بیرید یه جایی بگیرید. برای هم 4 ساله که شما با همه یه آدم های بزرگ بچه که نیستید که بلند شید برید یه اتاق برای خودتون بگیرید، حتما باید مادر و پدر موافقت بکنن که شما مثلا فرض کن به شما جهاز بده فلان بده. نده. دوتاییتون یه کوله پشتی وردارید بلند شید برید مسافرت، اصلا برید چند شهرهای مختلف زندگی کنید، باشه بایارید
زندگی ادامه داره. حالا بشینی ما مادر پدرمون مخالفت ما. تو مخالف باش، تو مخالف باش. مگه شما الان خیلی هاتون موافق منید؟ از این نزدیک 1000 نفر این همه آدم مخالف منه. مخالف باش. الو مخالف. خب چیکار کنی؟ مخالفی دیگه. مخالفی؟ یکی موافقه. موافقه. بازم الو موافق. موافقه با خودت، موافقه تو نقطه اشتراک با من میبینی موافقت میکنی، نقطه افتراق میبینی مخالفت میکنه. حالا من بیام حتما متقاعد کنم پدر و مادرم و یا فلان، برو دیگه سکستو بکن دیگه، برو سکستو بکن، برو بشین چیز کن. اون یکی نام زده که چرا بهش گفتی؟ بابا نام زنوز نه تهنت نه به باره نه به داره، تو میخوای همه چیز منو کنترل کنی. یه ذره از این فوزیه یاد بگیرید که برگشت گفت من اینقدر احمق دیگه نیستم که بلانشم برم چیزی بیام یه آقا بالا سر داشته باشم برای خودم. همون فوزیه ای که دنبال این بود که با یه کسی براش ازدواج بکنه تا چیز، گفت من ازدواج بکنم بگو. یه گفت هر اینقدر که زیبا تو رو دوست دارم تحمل یه دونه حرف اضافی تو رو ندارم. یه حرف منم حرف اضافی اون رو ندارم. من رو در دوتا بمبم دیگه خوب میایی. همه من اینجوری چه تحمل. الان یه چیز گذاشتم خیلی بامزه بود، من خیلی جون سخت شدم تحمل میکنم. حالا ما مشاوره میخوای از من خانومه که جون سخت شدی؟ جون سخت نه، جون سگ چی شدم؟ چی نوشته بود تو اونجا؟ نوشته بود سگ جون، سگ جون شدم تحمل میکنم. خب چیکار کنم؟ برو تحمل کن، برو اصلا صد تا تحمل کن، برو کتکم تحمل کن، برو اصلا پوستت مثل کرگدن بشه. چی کار کنم؟ فکر کردی الان من الان به تو دلم میسوزه؟ من دلم برای هیچ کسی نمیسوزه. یکی گفتم من نه برای پدر مادرم هم دلم نمیسوزه، برای فلان هم دلم نمیسوزه. بیام دلم برای توست بسوزه. تحمل میخواد بکنم بکن دیگه، بکن. بچه ها رو الکی بهانه نکن، بگو دوست دارم اینجوری، دوست دارم اینجوری زندگی، منافعم هست، منافعم به خاطر بچه ها تعمال بدید. بابا هری هری بابا دید که این بهانه ها خیلی وقت کهنه شده. ببینید بیزن یه ذره بزنیم بیدارشید، این حرف ها قدیمی شده، قدیمی شده. به خاطر بچه ها تعمال میکنه، قدیمی شده بابا. بچه ها بس دیگه، چایی من دو قلوب موند و اینم که تموم شد و خونه در هم بر هم رفتن. این همه چی به من میگه که بیا لباسا رو چیز لحاف هم مونده. اون خانمه کی بود که گفتش دیبات میگه گشت خیلی بال اومده میگه گشتمه سر چرا بی... یکی نوشتی چرا بیدار نمیشی بابا. ولی امروز یه لایو خیلی خوب بودن، بذار بیرم روزیتا. روزیتا اگه بیاد چیزایی میگه. 3 سال بود باش ارتباط نداشتم، زندگی درمانی 1 هفته اومده بود پیش من، ازش خیلی حرف زده بودم توی لایوام. یه دفعه منو فکر کنم بلاک هم کرده بود دیگه. یه دفعه دیف گفت 1-2 ماه همش میای تو ذهنم، تو کاری که تو مدت 1 هفته کردی چه اتفاقاتی افتاد. مادر پدر بچه ها فکر نکنی اینایی که تو خارج از کشورن، خیلی اینا که خارج از کشورن از خود شما، از اینایی که تو ایرانن 300 سال ببرید عقب‌تر، فسیلن در فسیل. دختر اینجا آرشیتکت میگفت بعد پدر و مادر هم چه زجری کشیدن به خاطر فرهنگ بسته‌ایه که دارن. خیلی اینجور ما میبینیم. ایران هستید خوشحال باشید. بای بای بریم دیگه.